تجربه دوران دفاع مقدس نشون داد که برخی از تسلیحات اصلاً به درد جنگ‌های آینده نمی‌خورن و این تسلیحات مثلا کمی‌ها و کاستی‌های بسیار زیادی دارن که این کمی‌ها و کاستی‌ها باعث می‌شد این تسلیحات اصلاً اثرگذار نباشن و یا اثرگذاری اونها اصلاً مطلوب نباشه. هرچند که در دوران دفاع مقدس توسط خلبانان خوشفکر کشورمون از ترکیب موشک موریک و بمب‌های سقوط آزاد روی جنگنده فانتوم یک سلاح کاملا اثرگذار ساخته شد که تحسین خیلی از کارشناسان خارجی رو مهارت خلبانان کشورمون با این سلاح‌ها در بر داشت. اما اگه بخوایم خیلی صادق باشیم، موشک موریک به وضوح ضعف‌های زیادی از خودش نشون داد. در عملیاتی که کشورمون از موشک موریک استفاده کرد، مثلا در عملیات مروارید، کلن ناوگان نیروی دریایی ارتش بعث عراق نابود شد. اما نکته مهم این بود که محدودیت‌های موشک روز به روز بیشتر نشون داده می‌شد. موشک موریک برد چند کیلومتری بیشتر نداشت که این اون رو برای جنگ‌های آینده اصلاً مناسب نمی‌کرد. از طرف دیگه سرجنگی ضعیفی داشت که نمیتونست به اهداف با سطح زره بسیار مستحکم نفوذ کنه و بدتر از همه هدایت اون خیلی دردسردار بود و تا لحظه برخورد جنگنده فانتوم باید روی هدف خودش قفل میکرد که این موضوع جنگنده حامل رو در خطر انهدام قرار میداد. لذا بعد از دوران پایان جنگ تحمیلی توسط زندنام منصور ستاری پروژه های مختلفی برای ساخت تسلیحات دوریستا تدوین و طراحی شد که با اجرای مستقیم سرتیپ بازرگان هم همراه شد. در این پروژه ها ساخت سلاح‌های دوریستا در انواع مختلف پیگیری شد، از انواع بمب‌های سقوط آزاد تا موشک‌های نقطه زن. و اولویت نیروی هوایی در برخی موارد برد بود، در برخی موارد دقت بود. اما یکی از چیزایی که نیروی هوایی به شدت دنبال این بود، داشتن یک سلاح هدایت شونده بود که بتونه زره اهداف مستحکم خصوصا نفکش ها و یا ناوهای جنگی رو منهدم کنه. بمب هواپرتاب قدر رو باید یکی از اولین و کارآمدترین تسلیحات هدایت شونده ساخته شده توسط نیروی هوایی ارتش بدونیم. این بمب توسط جهاد خودکفایی نیروی هوایی ارتش طراحی و توسعه پیدا کرده و اولین بار در سال 2002 میلادی معادل سال 1381 شمسی در نمایشگاه بین‌المللی هوانوردی کیش از اون با اسم قدر و با کد سازمانی GBU-67 رونمایی شد. در نگاه اول میشه گفت که پلتفرم این بمب حاصل اعمال یک کیت ارتقا روی بمب‌های مارک 84. شاید برخی از دوستان بگن چرا بمب‌های مارک 84 با کیت ارتقا شدن بمب قدر. دوستان عزیز، در دوران دفاع مقدس این بمب‌ها، یعنی بمب‌های مارک 84 روی جنگنده‌های فانتوم استفاده شدن که به خاطر ارتفاع پایین برای رهاسازی گاهن، چون وزن بمب زیاد بود و ماده منفجره زیادی هم حمل می‌کرد، گاهن برخورد بمب به هدف باعث می‌شد ترکش‌های انفجار هم به جنگنده فانتوم اصابت کنه. لذا این بمب‌ها بعد از چندین مورد این شکلی از رده عملیات خارج شدن. در سال‌های پایانی جنگ ابتدا توسط تیمسار بازرگان برای این بمب‌ها ریتارد طراحی شد که بسیار هم مؤثر بود و یک خلأ چند ثانیه‌ای در انفجار و برخورد به هدف ایجاد می‌کرد و جنگنده می‌تونست در اون لحظه از منطقه کاملاً خارج بشه. اما گذر زمان و احتیاج به تسلیحاتی با سرجنگی شدید باعث شد که این بمب‌ها در خط استفاده قرار بگیره و در ساخت بمب‌های چون قدر و قاصد استفاده بشن. ساخت بمب قدر به شکل کیت ارتقا، اونم از روی بمب‌های مارک 84، باعث می‌شد که امکان ساخت این بمب در محیط‌های کارگاهی وجود داشته باشه و بشه با صرف هزینه کم در مدت زمان محدود این بمب رو در تعداد بالا ساخت که در زمان جنگ این قابلیت بسیار میتونه تاثیرگذار باشه. اما در کل وقتی که یکم از خود بمب صحبت کنیم، برای کشف هدف و قفل روی هدف
نمونه بومی از سیستم اپتیکی موشک موریک در دماغه این بمب نصب شده و برای هدایت تا لحظه برخورد انواع سیستم‌های الکترونیکی از جمله ارتفاع سنج روی اون به کارگیری شده. دو نوع بالک از نوع ثابت و متحرک روی اون نصب شده که بالک های میانی به صورت کشیده از نوع ثابت هستن و بالک های انتهایی از نوع متحرک که کار تغییر جهت و اصلاح مسیر رو به خاطر تحرک خودشون انجام میدن. به خاطر نوع سیستم هدایت یعنی وجود سیستم های اپتیکی در بمب، امکان ارسال تصاویر بمب به صورت زنده به جنگنده ی حامل وجود داره و خلبان میتونه در صورت نیاز خودش قفل رو روی هدف انجام بده و یا حتی هدف رو تغییر بده. برد این بمب هیچ وقت ذکر نشده به صورت رسمی، اما منابع مختلف برد بین 20 تا 60 کیلومتر رو بسته به ارتفاع رهاسازی جنگنده حامل برای اون ذکر کردن که برد بسیار مناسبی محسوب میشه و باعث میشه جنگنده از رینگ پدافندهای کوتاه برد حداقل در امان باشه. طول بمب بیش از 4 متر و وزن اون 1111 کیلوگرم اعلام شده که این وزن باعث میشه جنگنده حامل محدود باشه. مثلا جنگنده فانتوم میتونه 1، 2 یا 3 تیر از این بمب رو حمل کنه بسته به لودهای مختلف، اما در کل اثرگذاری و دقت تخریب اون باعث میشه که حمل همین تعداد کم هم کاملا اثرگذار باشه. در کل بخوایم یک جمله راجع به بمب قدر بگیم، میتونیم بگیم که این بمب آغاز راهی شد و تجربه‌ای به نیروی هوایی و جهاد خودکفایی ارتش داد که در ساخت سایر بمب‌ها و تسلیحات به کار اومد. با ساخت این بمب علم متریال مواد، طراحی بالک‌ها، برخی از زیرساخت‌ها حتی ایجاد شدن، تجربه‌های گرانقدری به نیروی هوایی اضافه شد که باعث شد در ساخت سایر بمب‌ها و تسلیحات به شدت به کار بیاد و در سال‌های بعد یه جوری اسای دست نیروی هوایی شد در این بخش. یعنی باید ساخت برخی از تسلیحات رو در دهه 80 مدیون ساخت موفق این بمب باشیم، خصوصا در بخش بالک‌ها و بخش علم مواد، مواد بدنه و مواد ساخته شده برای بالک ها. امیدوارم از دیدن این کلیپ لذت برده باشید. شب و روزگار بر شما دوستان عزیزم خوش و تا دیداری دیگر، بدرود.